الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید سرفراز و سربلند باشید درس امروز ما در درس 84 از شرح صحیح بخاری هست و باب بیستم حدیث بیست هشتم در باب بیستم گفتیم عنوان باب افشاء السلام من الاسلام بود و اما این از عنوان باب بود که افشاء السلام من الاسلام یعنی سلام کردن نشانه اسلام است یکی از خصال اسلام این هست که انسان به هر کسی که رسید سلام کند و هر کسی رو که در مسیر ملاقات کرد با اونها سلام بکنه و اما اصل حدیث این بود که حدیث بعد از اینکه رو سند رو ذکر کردیم گفت که ان رجلا سال رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی از پیامبر پرسید ای الاسلامی خیر کدوم چیز در اسلام بهترین هست در میان اعمال خیری که من بخوام انجام بدم پیامبر فرمود تو تیم الطعام غذا بدید به فقیر و تقری السلام علی من عرفته و من لم تعرف و اینکه سلام کنید به هر کسی که میشناسید و نمیشناسید چه آشنا و بیگانه بر همه سلام کنید یعنی منظور این نیست که باید بر فامیلاتون بر آشناهاتون بر کسانی که از شما هستن فقط سلام کنید بلکه چونی اونی که آشناس چونی که بیگانه است چونی چون که فامیل است چونی که فامیل نیست به همه اونها سلام کنید هر که رو دیدید چون سلام یکی از خصلت های اسلام هست خب ما رو قبلا شرح دادیم و اما فواید این حدیث هایی که از حدیث میشه اولا سلام نمودن سبب افزایش محبت بین مسلمانان میشود پیمبر علیه الصلاة و سلام فرمودند به بهشت داخل نمیگردید تا زمانی که ایمان نیاورید و ایمان نمیآورید تا زمانی که هم دیگر رو دوست ندارید و همدیگر رو دوست ندارید تا زمانی که به همدیگه سلام ندهید حالا ادامه حدیث در آیا شما را نسبت به چیزی که آگاه سازم که اگر آن را انجام بدهید محبت در میانتون افزون گردد سلام را در میان خود منتشر کنید و این همون حدیثی بود که در هفته گذشتم بود نشاره کردم و اما البته این بخش آخریش بود حدیث کامل این تو لا تدخل الجنة حتی تؤمنوا داخل بش نمیشوید تا ایمان بیارید ولا تؤمنوا حتی تحابوا ایمان هم ندارید مگر اینکه هم دیگر رو دوست داشته باشید اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم آیا شما را راهنمایی نکنم به چیزی که اگه انجام بدید هم دیگر رو دوست خواهید داشت یعنی به خاطر اینکه ایمان بخش اینکه فرمود لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا این کاملا اصله بدون ایمان داخل بهشت نمیشه رفت و لا تؤمنو حتی تحبو و ایمانم نداری تا زمانی که همدیگر رو دوست داشته باشید یعنی محبت داشتن از خصلت های ایمانی هست و از نشانه های کمال ایمان انسان یعنی ایمانت کامل نمیشه و نه اینکه اصلا ایمان نداری ایمانت کامل نیست اگر همدیگر رو دوست نداشته باشید شما مسلمانان فرمود اون چیزی که باعث میشه که محبتتون رو نسبت به هم زیاد کنه سلام کردنه یعنی سلام کنید و به هم دیگه چه اونی که میشناسی چه اونی که نمیشناسی بهش رسیدی بهش سلام بده این برداشت اول بود که از حدیث داشتیم برداشت دوم سلام نمودن سبب ورود و دخول بهشت میشود ببینید که پیامبر اکرم علیه و السلام فرمود در یکی از فرمایشاتشون در شهر مدینه فرمودند ای مردم سلام نمودن را در میانتون رواج دهید و به سایرین غذا دهید شب هنگام در حالی که مردم به خواب فرو رفته اند نماز بخوانید تا به سبب این اعمال به سلامتی در بهشت وارد شوید ببینید حدیث کاملا واضح فرماید ایها الناس اطعموا الطعام غذا بدید، تعام بدید به کسی که نیاز به غذا دارد و یا مهمان شما هست و بعد فرمود وصلو بی لیلی و ناسو نیام در شبم نماز بخونید نماز شب بخونید در حالی که مردم در خوابند بعد فرمود فرمود سلام افش افشو سلامه و تطعم تعام وصلو بی لیلی و نیام اولش سلام بود گفت که این مردم سلام کنید ایوه الناس سلام السلام بینکم موضوع دوم فرمود که از غذا بدید موضوع سوم فرمود شبها نماز بخونید در حالی که دیگران خوابند تدخل الجنة بی سلام به سلامتی وارد بهشت می شوید و مورد عذاب الهی قرار نخواهید گرفت یعنی اگه شما تعام بدید به مسکین به فقیر سلام کنید به دیگران و شب هم دو رکعت نماز بخونید و در امان وارد بهشت خواهید شد یعنی بدون اینکه مورد عذاب الهی قرار بگیرید این سه صفت سه صفت بسیار مهم و جالب هست که باید به با اون توجه کرد یکی اینکه غذا دادن به فقیر و مسکین دو تا سلام کردن سه نماز خوندن شب چه کسی این سه تا صفت رو داره ببینید چقدر آسان هست میخوای وارد بهشت بشی به این آسانی وارد میشی سلام کردن غذا دادن نماز خواندن دو رکعت این دینی است که کمال همه چیز رو جمع کرده هم عبادات فردی و راز و نیاز با خداوند و تسکیه نفس هم بخش انفاق و بخشش و هم بشاشت وجه و برخورد خوب با دیگران دین اسلام واقعا دین سلامتی دین صلح، دین آرامش، دین محبت و دین دوست داشتن هست پس باید این گونه بود و اما برداشت دیگری که میشه خودتون از این حدیث داشته باشید حدیث بسیار حدیث مهمی هست که جایگاه تعام دادن و سلام کردن تنها اکتفا نکرده از اسلام به عباداتی که فقط در درون انسان هست یا فردی عبادتی که انسان رو به جامعه وصل میکنه و خیر و برکت فرد رو به جامعه میرسونه اون عبادت مهم هست به تخریج حدیث نگاه کنید این حدیث رو قبلا بهتون گفتم تخریج یعنی چی؟ تخریج یعنی این که ما بگیم این حدیث در کتاب های اصلی در کجاها اومده کتاب اصلی وقتی که میگیم مصادر هل اصلیه از تعریف عربی تخریج میگه میگه از اول حدیثی الى مسادری هل اصلیه حدیث رو نسبت بدی به مسادر اصلیش مسادر اصلی اونجا است که راوی نویسنده کتاب حدیث رو به سند نقل کرده امام مسلم وقتی که حدیث رو روایت میکنه به سند میگه امام بخاری به سند میگه یعنی چی؟ یعنی به سندی که به خودش متصله میگه من خودم از فلانی شنیدم اونم از فلان از فلان از فلان از فلان تا میرسه به پیامبر اکرم علیه والسلام این کتاب های اصلی هستند خب مسلم و ابن حبان در کتب صحیحشون رو روایت کرده اند نسائی و ابو داود و ابن ماجه در سنن و امام محمد در مسند بغاوی در شرح سنن و بیحقی در شعب ایمان همگی این حدیث رو از طریق لیث ابن سعد الفهمی روایت کرده اند اما شرح حال راویان رو هم بگم که ما حدیث رو بتونیم تموم کنیم در قتیبه کیه فرمود امام بخاری فرمود حدثنا قتیبه قتیبه اسمش ابو رجاء قتیبه بن سعید ابن جمیل الثقفی است که عالمی بزرگ از علمای جرح و تعدیل همه بر جلالت و مکانت علمی وی متفق هستند اصحاب کتب ششگانی اهل سنت اه که صحاح سته هم گفته می شود همگی احادیث وی را در کتب خود روایت کرده اند امام ذهبی تاریخ وفاتشون رو 240 هجری نام برده است بقیه رجال سند رو این حدیث همون رجالی هستن که امام بخاری در کتاب اطعام تعامی من الاسلام قبلا گفتیم این رو اگه یادتون باشه به اونجا برگردید گفتیم اطعام تعامی من الاسلام ببینید اونجا اطعام تعام رو گفتیم اینجا افشاء السلام رو گفتیم از طریق آنان روایت نموده است در هنگام شرح حدیث مذکور رو گفتیم و اما چیزی که لازم به توجه هست این که این حدیث این حدیث و ارتباط این حدیث با اخلاق اجتماعی جامعه با خلق و منش فرد این که شاید شما بگید این تصور رو داشته باشید که سلام کردن چقدر اهمیت دارد که اسلام اینقدر بهش توجه میکنه ببینید وقتی که اسلام میاد چند تا روش رو نشون میده بهش میگه که اطعام بده سلام بکن دو نماز بخون به همین سادگی میشه خودت رو تبدیل کنی به فرد بسیار مؤثر و سازنده و مفیدی از اینکه به دیگران برسی قهر کنی سلام نکنی جواب سلام ندی و یا همیشه منتظر باشی دیگران تو رو سلام کنند یکی میگفت که من فلانی خیلی دوست داشت سلامش بکنم ولی سلامش نکردم داغ رو رو دلش گذاشتم این نشانه واقعا بخیلیه طرف وقتی که نیازمند سلام تو چرا سلام نکنی چرا بخل بورزی بر که سلام بکنی و شاشت وجه صدقه است سلام کردن زیادی محبت میاره و تمام چیزهای دیگری که در اسلام درباره این موضوع گفته است و مطرح شده است پس باید حتما یکی از خسلتها و خصال خیر رو سلام کردن و همونطوری که در برنامه قبل ترم اشاره کردم آداب سلام کردن چی است؟ یکی از آداب رو گفتم قبلا ادب اول سلام کردن این هست که اونی که وارد میشه سلام میکنه اونی که نشسته جواب میده در سلام کردنتون جایی بگذارید که دیگران هم بتونن جبران کنند یعنی خدا داتی که میفرماید اذا حییتم بی تحییت فحیو بی احسن منها او ردوها یعنی اگه کسی شما رو سلام کرد شما هم یا مثل اون سلام کنید یا بهتر یه مجالی بذاریم دیگران رو بتونن بهتر سلام کنن یک کسی وارد شد گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکات دیگری گفت خب دیگه جایی برای من نگذاشتی همه گفتی بعد گفت گفت تیبات و نمیدونم الفاظ دیگه اضاف کرد پس سلام کردن بتونید به دیگران سلام کنید و در این حال هم ادبش رو رعایت کنیم موضوع دوم در هر مجلس که وارد میشید سلام میکنید کسی که نشسته اینجا هر دم به ساعت بهش بگی سلام علیکم نه وارد که شدی سلام میکنی و دیگه جواب سلام هم میشنوید موضوع اسم کسی که سوار هست بر پیاده سلام میکند کسی که بزرگ کوچکترها بر بزرگترها سلام میکنند و اینها همه البته این رو که عرض میکنم عیبی هم نداره که بزرگتر به کوچکتر ولی به هر صورت ادب این هست که توقیر و احترام بزرگترها در اسلام رعایت بشه در کسی که بزرگ خانواده هست مردی که برمیگرده خانه خودش نباید منتظر باشه باید حتما اهل خانواده سلام کنه تو داری وارد میشی وقتی که تو وارد خونت میشی تو سلام میکنی اول مقدم این هست که تو بگی السلام علیکم و رحمت الله یا هر سلام دیگری خود این که تو داری پیام سلامتی رو میبری تو خونه خیلی از مردا وقتی که از بیرون میان با اخم با ترش کردن با عصبانیت وارد میشن گویی این که اونایی تو خونه هستند همه مواجب خور او هستند و باید با منت باشون برخورد کنه باید منتش رو بکشن باید حتما بله احترام و تقدیر و همه اینها به جای خود زحمت میکشه برای خانواده ولی نیاز نیست که برو خونها بیارید که شما چکار میکنید کاری که کردید تلاشی که کردید زحماتی رو کشیدید همه اینها اجر آخرتی دارد در نتیجه تو اجر میگیری سواب میگیری و حتما نیکی ها و خوبی ها گم نخواهد شد پس وقتی وارد خونتون شدی سلام کنید در سلام کردن موضوع دیگری که وجود دارد بحث شاید عمومیات این حدیث کسی اشتباه موضوعی رو بگیره یکی نوشته بود سوالی که اومده بود این هست که بعد از اینکه جوانی مزاحم دختری میشه و مرتب پیغام سلام براش میفرسته در یکی از پیغام هاش میگه جواب سلام که واجبه نه در اونجا جواب سلام واجب نیست در اونجا به هیچ وقت جواب دادن واجب نیست اون کسی که داره مزاحمت ایجاد میکنه و داره به دنبال این هست که راه حرف زدن و صحبت کردن و ارتباطات دیگری رو ایجاد کنه در اونجا باید تو دهن چنین شخصی زد و جوابش نداد بلکه اون رو به جای خودش نشون که باید ادب و احترام رو نگه داره حرمت دیگران رو نگه داره اینکه چه لزومی داره تو بر کسی سلام کنی که هیچ ارتباطی به تو نداره این که میگیم چه کسی میشناسی و نمیشناسی سلام کن این در مورد حفظ روابط و جوامع هست نه اینکه سببی بشه به خاطر ایجاد ارتباطات نامشروع این رو باید به خوبی دانست بله ایجاد نه اشکالی ندارد سلام و علیک بین زن و مردی که همدیگر رو میشناسند و اهل محله ای هستند یا همسایه هستند یا به هر شیوه دیگری در حرمت و در احترام اما اینکه وسیله ای برای ایجاد ارتباط وسیله برای ایجاد مزاحمت دیگران بشه به هیچ وجه و این هست که آداب اسلام رو باید در جای خودش یاد گرفت با آخرین برنامه رسیدیم تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم سریم به سایت شبکه جهانی نور بزنید و در اونجا این درس رو هم مشاهده کنید و ما را هم در جریان انتقاداته بشنقتة بجزرية. وصل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <applause>